مسیر تازه و طولانی تر از طریق کرواسی به شمال اروپا. برای آوارگان سوریه و کشورهای جنگ زده منطقه که حالا در اروپا سرگردانند. این آوارگان از دیروز که مجارستان مرزش را به روی آنها بست این مسیر را انتخاب کردند. پلیس کرواسی میگوید طی 24 ساعت تا صبح امروز نزدیک به 6000 نفر وارد کرواسی شدند. هزاران نفر هم هنوز برای طی این مسیر راهی کرواسی هستند. این آوارگانی که با اتوبوس سربستان را پشت سر گذاشتند و به مرز با کرواسی رسیدند. چیزی که مایه نگرانی رهبران کرواسی است، اگرچه آنها میگویند از آوارگان استقبال میکنند. بله، این درسته که کرواسی چهره انسانیش رو نشون داده، اما برای ما اولویت ایمنی و امنیت مردم کشورمونه. به نظر من تعدادی که روز اول وارد شدن بسیار زیاد و از کنترل خارجه. مرز بسته مجارستان آوارگان را وادار کرده که مسیری را انتخاب کنند که دست کم 500 کیلومتر است و آنها را به مرز اسلوونی میرساند. مرزی که امروز گزارش شده که بسته است. گرچه اگر از سد اسلوونی بگذرند در اتریش دیگر مانعی بر سر راه آنها نیست. وقتی به مرز اتریش میرسیم متوجه میشین که اتریش کنترل مرز رو تشدید کرده تا همه چیز به صورت منظم پیش بره. ولی نگران نباشین، مقامای اتریش از شما استقبال میکنه. مهمان پذیری اتریش در مقابل رفتار خشن مجارستان با آوارگان. این دیروز در کنار مرز استفاده از سپری فلفل، گاز اشک‌آور، ماشین آب پاش و حصارکشی مرز با سیم خاردار. همسایگان مجارستان رفتار مقام‌های این کشور را به نازی‌ها تشبیه کردند. در این مرز اروپا که بسیاری از مردمانش 70 سال پیش در همین وضع آوارگان امروز بودند.